ابراز نگرانی مقام های دجال جمهوری اسلامی از قطنامه پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی و سپاه اهریمنی پاسداران ادامه دارد. ابراهیم رئیسی بی سواد که قطنامه پارلمان اروپا خواهان تحریم خود او نیز شده، در واکنش به این قطنامه گفت، سپاه اهریمنی پاسداران نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی کشور است. رئیس بی سواد در جلسه هیئت دولت در این زمینه مدعی شد که قطع نامه اخیر پارلمان اروپا از روی استیصال و پس از تلاش های ناموفق خیابانی آنها برای زدن ضربه به جمهوری ملعون اسلامی تصویب شد جمهوری فاسد اسلامی همواره خیزش سراسری علیه خود را به کشورهای غربی نسبت داده است رئیسی بی سواد همچنین گفت این اقدام برخلاف قوانین بین الملل و منشور سازمان ملل است ستاد کل نیروهای دجال مسلح جمهوری اسلامی هم به اتحادیه اروپا نسبت به عواقب این قطعنامه هشدار داد این ستاد در بیانی نوشت این تصمیم نابخردانه با ابتدایی حقوق و قواعد بین المللی مغایرت آشکار دارد همچنین حسین امیر عبداللهیان صفاک وزیر امور خارجه جمهوری ملعون اسلامی گفت ما بارها گفته ایم سپاه اهریمنی پاسداران یک سازمان رسمی و مستقل است که نقش اصلی آن برای تضمین امنیت ایران است اقدامات پارلمان اروپا برای قرار دادن این سازمان در فهرست گروه های خرابکار به نوعی است به پای خود اروپا پیش از آن و در آستانه تصویب قطنامه پارلمان اروپا که در آن از جمله از اتحادیه اروپا خواسته شده است سپاه اهریمنی پاسداران را به عنوان یک سازمان خرابکار فهرست کند جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد که تصویب چنین قطعنامه ای تبعات منفی دارد نشست نمایندگان پارلمان اروپا برای بررسی و رأیگیری درباره پیشنویس نویس ای که قصاص و سرکوب معترضان از سوی جمهوری ملعون اسلامی را محکوم می کند و از شورای اتحادیه اروپا میخواهد سپاه اهریمنی پاسداران را در فهرست گروه های خرابکار قرار دهد امروز برگزار شد و نمایندگان پارلمان اروپا قطنامه سی بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه فاسد پاسداران در فهرست گروه های زد بشری را تصویب کرد. این قطنامه همچنین خواستار توقف قصاص ها در ایران و تحریم خامنه زحاک و ابراهیم رئیسی ششگلاسه و خانواده های آنان شده است. نشست نمایندگان پارلمان اروپا برای بررسی و رعی گیری درباره پیشنویس قطنامهی که قصاص و سرکوب معترضان از سوی جمهوری دجال اسلامی را محکوم می کند و از شورای اتحادی اروپا می خواهد سپاه اهریمنی پاسداران را در فهرست گروه های خرابکار قرار دهد امروز برگزار شد رعی گیری نمایندگان پارلمان اروپا درباره قطنامه خرابکار اعلام کردن سپاه اهریمنی پاسداران به صورت بالا بردن دست انجام شد و اکثریت شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند. قطنامه پارلمان اروپا پس از برشمردن دلایل صدور چنین قطعنامه‌ای که در آن به طیف گسترده‌ای از اقدامات در نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده سی و دو خواسته را مطرح می کند. از آن جمله پارلمان اروپا در قطنامه اش با استقبال از ایجاد کمیته حقیقتیاب در مورد بررسی نقض حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد در صورت همکاری نکردن تهران پرونده ایران را فوراً به شورای امنیت ارجاع دهد. همچنین این قطنامه خواستار توقف قصاص ها در ایران شده است. پارلمان اروپا از مقام های دجال جمهوری اسلامی خواسته است با هدف لغو کامل مجازات قصاص تعلیق رسمی قصاص ها را اعلام کند. پارلمان اروپا خواسته که معترضان بازداشت شده محکوم به قصاص فوراً آزاد شوند. در این قطنامه نام این معترضان ذکر شده است. قطنامه تصویب شده پارلمان اروپا همچنین خواستار تحریم خامنه زحاک ابراهیم رئیسی شش کلاسه و خانواده های آنان شده است. همچنین موضوع تحریم دادستان کل کشور و برخی بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است. در بند دوازده این قطنامه نیز آمده است که این اتحادیه وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران را شدیدا محکوم می کند. جمهوری دجال اسلامی، سطوح بالای رهبری و نیروهای امنیتی آن از جمله سپاه اهریمنی پاسداران مسئول نقض شدید حقوق بشر هستند که به شدت محکوم می شود. این اتحادیه از مقام ایرانی می خواهد به اقلیتهای قومی و مذهبی و حقوقی و آزادی اساسی افراد LGBT احترام بگذارد و همه اشکال تبعیض را از بین ببرند در این قطنامه آمده که پارلمان اروپا همبستگی خود را با جوانان، زنان و مردان ایرانی از جمله اقلیتها و شرکت کنندگان در تظاهرات ابراز می کند و از اعتراضات سراسری مسالمت در ایران حمایت می کند. همچنین پارلمان اروپا تسلیت و همدردی خود را به خانواده های قربانیان سرکوب در ایران ابراز داشته است پارلمان اروپا از جامعه بینن اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته تا از تعاملات خود با جمهوری دجال اسلامی برای پایان دادن فوری قصاص معترضان و سرکوب خشونت آمیز اعتراضها و همچنین آزادی بی قید و شرط همه کسانی که بازداشت شدند استفاده کنند شاهزاده رسما رهبر انقلاب شد تبریک به ملت غیور ایران دیکتاتوری جمهوری اسلامی در حال فرار از ایران است ما توانستیم در پی همگیری که ما به تو وکالت می دهیم شاهزاده جمعیت میلیونی ایران به شاهزاده وکالت دادند که رهبر ایران آزاد باشد تبریک به ملت غیور ایران ما توانستیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در حال فرار از ایران است